أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم أما والذي حج الحجيج لبيته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان عزیز و ارجمند در جلسه قبل درباره شروط طواف مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و در این جلسه انشاءالله مواردی از سنت های طواف را برای شما بازگو خواهم کرد برای این که طواف ما یک طواف کامل باشد باید تمامی شرایط و سنت های طواف رو ما باید در نظر داشته باشیم و دقیقا به همان کیفیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم طواف و بقیه مناسک حج رو انجام دادند ما باید هم دقیقا به همان کیفیت این شعائر و مناسک رو انجام بدهیم درباره سنت های طواف آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم از گفتار ایشان یا عمل ایشان ثابت شده این مواردی هستند که من خدمت شما بازگو خواهم کرد یکی از این موارد اضطباع هست یعنی برهنه کردن و ظاهر کردن شانه سمت راست انسان زمانی که طواف را آغاز می کند باید شانه سمت راست خودش را برهنه بکند یعنی این که ردا را و احرامی را که می پوشد از زیر بغل سمت راست خودش باید بیرون بیاورد و بر روی شانه چپ خودش بیاندازد به گونه ای که شانه سمت راست انسان باید نمایان باشد و احرام باید از زیر بغل سمت راست انسان باید بگذرد این را از نظر شرعی میگویند اجتباء و این یکی از سنت های طواف هست برخی از مردم در این زمینه مرتکب خطا و اشتباه میشوند از زمانی که از میقات احرام میبندند اجتباء میکنند یعنی شانه سمت راست خودشان را نمیپوشانند و این یک کار اشتباهی هست اجتباع و ظاهر کردن و نپوشاندن شانه سمت راست فقط و فقط در هنگام طواف هست قبل از طواف و بعد از طواف چنین حکمی وجود ندارد زمانی که آمدید در مسجد و خواستید طواف بکنید در هنگام طواف در هر هفت دور و هفت شوطی که پیرامون کعبه میچرخید این شانه سمت راست شما باید برهنه باشد قبل از آن و بعد از آن باید شانه های خودتان را کاملا بپوشانید خصوصا در هنگام نماز این نهی شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم که انسان در حالت نماز شانه هایش برهنه باشند پس بنابراین به این نقطه توجه بکنیم که اجتباع و ظاهر نمودن و برهنه کردن شانه سمت راست فقط و فقط در حالت احرام هست در حالت فقط و فقط در حالت طواف هست قبل از طواف و بعد از طواف چنین حکمی وجود ندارد یکی دیگر از سنت های طواف استلام حجر اسود و بوسیدن حجر اسود هست اگر این ممکن باشد یعنی زمانی که شما طواف را آغاز می کنید
به حجر اسود دست بزنید و آن را ببوسید. و از موازات حجر اسود این طواف را باید آغاز بکنید. و دست زدن و بوسیدن حجر اسود یکی از سنت های طواف هست. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حین قدم مکه اذا استلم الركن الاسود. من رسول الله صلی الله علیه و سلم را هنگام ورود به مکه مشاهده کردم که رکن حجر اسود را استلام می کردند، دست می زدند و می بوسیدند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم می گوید که زمانی که حجر اسود را استلام می کرد و می بوسید می فرمود که من می دانم که تو سنگی هستی، حجر هستی، اما من رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که تو را می بوسید، وگرنه من این کار را نمی کردم. پس بنابراین استلام حجر اسود و بوسیدن حجر اسود در هنگام طواف اگر ممکن باشد در هر شد، این جزء سنن طواف هست. منتها اگر شلوغ باشد و ازدحام زیادی باشد و نتواند که به حجر اسود برسد، لزومی ندارد که خود را و دیگران را به زحمت بیاندازد، بلکه از دور به موازات حجر اسود بیستد و دست را بلند بکند و بگوید الله اکبر. و در هر شوطی زمانی که به موازات حجر اسود میرسد دستش را بلند بکند و این استلام محسوب میشود. دستش را بلند میکند و میگوید الله اکبر و شوط دوم و سوم را به همین صورت آغاز میکند و دوباره وقتی که به این نقطه میرسد اون یک شوط در واقع کامل شده. و سومین سنت در هنگام طواف رمل هست. رمل یعنی شتابان حرکت کردن با قدم‌های نزدیک به هم، که این در واقع یک نوع قدرت نمایی هست برای کافرانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش رو دستور دادند که این گونه قدرت نمایی بکنند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عمرة القضاء اومدن در مکه مکرمه و میخواستن طواف بکنن، مشرکان کعبه در دارالندوه جمع شدند و گفتند که ببینید محمد و اصحابش را، مهاجرین را که از مدینه بازگشتند، اون وبای مدینه آنها را لاغر و ضعیف کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمودند که شما رمل بکنید، یعنی این که در هنگام طواف در سه شوط اول قدرت نمایی بکنید، شتابان حرکت بکنید با قدم‌های نزدیک به هم، تا این که کافران قدرت شما را در واقع ببینند. و وقتی که کفار قریش این حالت را دیدند و گفتند که ما تصور می‌کردیم که محمد و اصحابش لاغر شدند و ضعیف شدند، اما آنچه ما می‌بینیم خلاف آن تصور ما هست. و این کیفیت تا امروز هم جزء سنت‌های طواف در واقع هست و مشروع هست که انسان در هنگام طواف اگر ممکن باشد ازدحام زیادی نباشد، در سه شوط اول و سه دور اول شتابان حرکت بکند و قدمهایش را نزدیک به هم بگذارد، یعنی یک صورت قدرت نمایی در واقع باشد. و یکی دیگر از سنت های طواف در هنگام طواف استلام رکن یمانی هست، زاویه‌ای که نزدیک حجر اسود هست، قبل از حجر اسود. این زاویه خانه کعبه را میگویند رکن یمانی. و هنگامی که انسان طواف میکند مسنون هست که اگر به این نقطه برسد و ازدحامی نباشد این زاویه را هم دست بزند. و معمولا این قسمت از خانه کعبه را، این پرده را کنار زدند و می شود که خود دیوار خانه کعبه را دست زد و استلام کرد. اگر به این محل رسید و برایش ممکن بود که خانه کعبه و این رکن یمانی را استلام بکند، دست بزند که این مسنون هست، وگرنه اشکالی ندارد از آنجا عبور بکند و استلام نکند. و همچنین مسنون هست که زمانی که انسان به رکن یمانی میرسد، یعنی به زاویه‌ای که قبل از حجر اسود هست، این دعا را بخواند ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. این روایت در سنن
ابو داود آمده و روایت صحیحی هست و یکی از اماکنی هست که الله متعال در واقع در هنگام طواف یکی از محل‌های اجابت دعا هست و این دعا هم در این قسمت و در زمان عبور کردن از میان رکن یمانی تا رکن حجر اسود، این هم از ثابت هست. و همچنین یکی از سنت ها خواندن دو رکعت نماز طواف هست بعد از این که 7 دور کامل شد، و این نماز بهتر هست و مسنون هست که در قسمت پشت و موازات مقام ابراهیم باشد. الله متعال می فرماید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، در کنار مقام ابراهیم شما نماز بخوانید. اگر نزدیک مقام ابراهیم میسر شد که چه بهتر، وگرنه در قسمت دورتر و به موازات مقام ابراهیم این دو رکعت را بخواند، و اگر هم میسر نشد در هر جای دیگری از مسجد الحرام که این دو رکعت را بخواند کفایت میکند و هیچ گونه ضرر و زیانی هم ندارد که انسان در اون جای مخصوص این نماز را نخواند. و در این دو رکعت نماز مسنون هست که انسان در رکعت اول سوره کافرون را بخواند و در رکعت دوم سوره اخلاص را. تمام طواف و تمام تلبیه‌ای که انسان میگوید و تمام اعمال حج در واقع نمایانگر و بیانگر توحید الله متعال هستند. حتی در دو رکعت نمازی که به عنوان نماز طواف هم خوانده می شود مسنون هست که سوره هایی را که بیانگر توحید و یکتایی الله متعال هستند این سوره ها را بخوانیم. در رکعت اول سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم قل هو الله احد. و بعد از این که این دو رکعت نماز را خواند مسنون هست و سنت هست که انسان آب زمزم بنوشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را انجام دادند و بعد از این می‌رفتند به صفا و در صفا و مروه و میان صفا و مروه در واقع سعی می‌کردند. و یکی دیگر از آدابی که در این زمینه باید مراعات بشود خشوع و خضوع هست و حضور قلب در هنگام طواف و دعا کردن در هنگام طواف و انجام دادن اذکار و خواندن اذکار شرعی در این زمینه، و همچنین پرهیز کردن از اذیت و آزار مسلمانان در هنگام طواف. سعی کند تا جایی که ممکن هست به کسی از اطرافیانش هیچ گونه ضرر و زیان و اذیتی را در واقع نرساند. اینها مجموعی از آداب و سنن طواف هستند که انجام این آداب و سنن ضامن این هست که طواف ما یک طواف کاملی باشد و ثوابی را که هم الله متعال در برابر این عبادت قرار هست که به انسانهای مسلمان عنایت بکند انشاءالله با مراعات این سنت ها و آداب اون ثواب هم یک ثواب کاملی خواهد بود. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما والذی حج الحجیج لبیته و لبوا له عند المحل و احرموا و قد طأطأوا تلك الروس تواضعا لعزته تعلو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان